برنامه چشماندازی دیگر با رفیقم تقی روزبه هستیم. سلام بر تو رفیق روزبه گرامی. منم همینطور به خود تو و بینندگان عزیز سلام دارم. در بحث‌های هفته‌های گذشته بر روی بحران‌های سیاسی در ایران و خصوصاً بحران روابط خارجی ایران گفتگو کردیم. متأسفانه میشه گفت که شاهد تشدید بحران در منطقه و شاید نزدیکتر شدن درگیری‌ها و درگیری‌های نظامی هستیم. بسیاری بر این باورند که تشدید در واقع تحریم‌های بین‌المللی و آمریکایی علیه ایران حلقه محاصره رو تنگ‌تر کرده، خصوصا ورود ناوگان آمریکا به خلیج و به 52 ها و انفجار چند کشتی در آب‌های خلیج و اتهاماتی که کشورهای خلیج و خصوصا سعودی ها و وزارت خارجه آمریکا در ایران زدن، جریان رو به طرف رویارویی های نظامی پیش میبره، به گونه ای که حتی روسیه میگه که ما آتش نشان این بحران نخواهیم بود. ارزیابی شما از این بحران چه است و نتایج حاصل از اقداماتی که دو طرف دارن انجام میدن به کجا خواهد انجام بود؟ در مورد این بحرانی که ما شاهدش هستیم، خب میبینیم که در رسانه ها در ارزیابی های واقعا بسیار بسیار گوناگون از گرایش های مختلف مواجه هستیم که همه بحث میکنن نهایتا که آیا مذاکره میشه یا جنگ میشه، یعنی روی این فوکوس میکنن و تمام رای زنی ها هر کس بستگی داره که مثلا چه چیزی تو ذهنش برجسته باشه، چه چیزی نباشه، اصلا گرایش خودش چی باشه، چه چیزی به اصطلاح باش مخالف موافق باشه، میبینید که حدس و گمان میزنن، پیشبینی میکنن، یا میگن آره یا میگن نه. این سکه رایج بحث‌های سیاسی تمام رسانه هاست. شما الان نگاه کنید سرسام‌آور ما میبینیم دیگه، اتحادیه اروپا یه نظری میده، خود بوک یک نظری میده، برای اونو خود ترامپ اصلا یه روز یه چیزی میگه، یه روز یه چیز دیگه میگه، بعد مفسرین، روزنامه ها، رسانه ها، هر کس به فراخور خودش ببینی که در این زمینه رایزنی میگه. در نتیجه یک نوع در واقع بلبشوی عجیب غریبی از سرگیجگی و از این که اصلا چی میشه چی نمیشه فراوانه. خب دنیای رسانه ها و دنیای مجازی هم بمباران اطلاعات هر لحظه ایه، خبرها هم خودش به شدت این ور اون وره، یعنی متناقض، مثبت، منفی، در این جهت و در اون جهت قابل تفسیر. ببین این یه چنین وضعیتی هست که وجود داره. البته این وضعیت فقط اختصاص به حالا نداره به وضعیت، ولی الان خیلی اوج داره و ما باش درگیر هستیم به خاطر اینکه به هر حال بحران اومده اینجا، شطور به قول معروف خوابیده اینجا، زانو زده. ببینید اینجا مسئله مهمی که برای یه تحلیل سوای این رویدادها، این پدیدارهای متضاد و قابل تفسیر که اصلا بی پایانه ما باش مواجه هستیم، اینه که شیوه برخورد و متد درست ورود به مسئله رو پیدا کنیم و بعد البته اینا رو در نظر بگیریم، همین نوسان ها رو، چون اینا واقعیت هایی هستن که به هر حال فلان مقام نمیدونم رسمی اینو میگه، یه مقام دیگه یه چیز دیگه میگه، درست 180 درجه عکسش یا خودش عکسش رو میگه تا. حالا اگه لازم شد به اینا اشاره خواهیم کرد، مثلا در مورد همین برایان هوک کاملا این دیده میشه که مسئول به اصطلاح وزارت خارجه در مورد ایرانه، همه چیز در واقع از نظر اجرایی زیر نظر این. خب این هم میبینی نگاه میکنی زیر ذره میذاری میبینی که ناسخ و منسوخ داره حرفای اصلا نمیدونی کدومشو. مثلا اتحادیه اروپا از یه طرف خب
اینا رو مثلا میشنوه، باش مذاکره میکنه، جورج مایک پومپئو میره باشون مذاکره میکنه، مثلا فرض کن بهشون میگه نه جنگ نمیشه، ولی انگلیس میاد مطرح میکنه که ما به شدت نگرانیم، حتی حالت فوق العاده ای رو، مثلا اون پایین فوق العاده است، مثلا وارد فاز فوق العاده شده، اعلام میکنه که وضعیت منطقه حالت فوق العاده است، یعنی اونجا در واقع وارد این فاز شده، اینا همه اعلام شده. یعنی شما میبینید که واکنش های بسیار اینور اونور صورت میگیره. واشنگتن پست امروز مینویسه که ترامپ اصلا اهل جنگ مذاکره است. درست عکسش نیویورک گزارش های مطرح میکنه که چگونه در اتاق جنگ دارن تر میریزن. ببینید پس بنابراین واقعیت اینه. ما باید بزنید. به نظر من در این مورد ورود به مسئله شیوه درست و اصولی اهمیت مهم میداره، برای اینکه سرگیجه نگیریم و رویدادها از دستمون در نره، معناهاش در یه چارچوبی قرار گرفته بشه. این اهمیت داره. از این جهته که تأکید میکنم که خود هدفها اینجا فراموش میشن. هدفهای مشخص ها، نه هدفهای کلی ایدولوژی عام، چون اونا تأثیرات آنی ندارن، اونا خب در دراز مدتن، حالا معلوم نیستن چگونه عمل خواهند شد بشه، ولی مسائل و هدفهای مشخصی که کاملا روشن شفاف شده و مبنای کار قدرت‌ها و حکومت‌هاست و هر جامعه‌ای هست، اینها باید بیاد جلوی میز قرار گرفته بشه، بعد معلوم بشه که اساسا جنگ کجای کار هست و چقدر میتونه اتفاق بیفته و چگونه میشه باشه حتی مقابله کرد. چون وقتی مسائل رو میبینی، هدف های بزرگ آماچاری میبینی، خب اون موقع افقی باز میشه که دنبال حوادث این ور اون ور نزنیم، گیج به سرا نشیم. با توجه به اینها ببینیم، من اول اشاره بکنم که خود اقتصاد که خب در تاریخ وقتی تصادم منافع اقتصادی خیلی جنگ ایجاد کرده به لحاظ تاریخی، مثلا اقتصاد در واقع مسئله اصلیه دیگه برای همین دولت ها حکومت ها، دیپلماسی و همه اینا در واقع زبان پیچیده ای هستند، استعاره ای هستند برای منافع همین اقتصادی نهایتا. خب با پیچیدگی های خودشون، با ظرافت خودشون، با رنگ و بوی خودشون و رنگ آمیزی میشه انسان فلان حقوق بشر، خیلی چیزای دیگه هم آتیش میکنن برای اینکه کاملا گیج کننده بشه و اون هدف اصلی گنگ بشه، یعنی گم بشه. خب این یک وضعیتی است که ما باش مواجه هستیم. به نظر من وقتی اقتصاد مبنا قرار گیره، یک این کلی، ولی این باز کافی نیست، چون اقتصاد هم همیشه تضاد بین رقبا، بین کشورها، بین قدرت‌ها هست، ولی همیشه که جنگ نمیشه. ولی نه، وقتی اقتصاد برسونیم به مرحله آنتاگونیسم، یعنی اقتصاد اکسیژن یک دولت، یک کشوره، نفس میکشه با اون زندگی میکنه، اقتصادی بگیری بقیه سیاست میخواد چیکار بکنه، مثلا جایی نداره که پاشو بذاره رو زمین. اقتصاد اینطوری، مثلا آمریکا فرض کن منافع ملی در درجه اول منافع اقتصادی شه تهدید بشه، خب حاضر اون موشک‌ها، ذرات‌خانه هایی که اون همه جمع کرده، برای چه جمع کرده این قدرت های بزرگ؟ خب برای همین جزاته. پس ببینید وقتی اقتصاد اعلام میشه که مثلا میبینیم که رسانه ها تحلیل اصلا به این مسئله توجه ندارن، به همین دلیل مسئله سرسری باش برخورد میشه، افکار عمومی نمیتونه یک جریان ساز بشه بزرگ. مسئله اینه که چه بتونه تاثیر بذاره بعقب برونه. مسئله اینه که اگر قرار این باشه هر کشوری، کشور آ کشور ب، اقتصاد یک طرف به صفر رسونده بشه، یعنی این هدف اعلام بشه که اقتصاد شما باید کاملا فلج بشه، یعنی راه فراری نیست، این مسئله خود به خود آبستن جنگ و نزاعه. حالا بین دو نفر توی محله میتونه اتفاق بیفته، شما میتونید در هر سطحی مدل اینو ببینید. در سطح قدرت ها، آمریکا وقتی رسما اعلام میکنه که اقتصاد ایران اینطوریه، ببینید سه تا عامل بحران وارد فاز جدید کرد در این دوره اخیر، یعنی کیفیتا یه جهش پیدا کرده بحران. همین وضعیت که شما توصیفش میکنید خودش کلا علامت جهش بحران در این مرحله نسبت به دوره قبلی، یه ریتم دیگه ای داشت، حالا یه ریتم بیشتری و شدیدتری پیدا کرده.
خب این مسئله به چه دلیل هست؟ به خاطر اینکه بحران به طور تصمیمات گرفته شده، به طور مشخص وارد فاز جدید شده و این فاز جدید پیامدهای خودش رو داره. حالا میگم سیاسی، لشکرکشی، همین رو صحبت میکنیم رابطش رو. ولی بحث بر سر اینه که وقتی شما سه تا تصمیم میگیرید، یکی این که اقتصاد مثلا نفت کاملا باید صفر بشه، یک، و در این رابطه اقتصاد باید عرصه های غیر نفتی هم وارد شمول تحریم میشن، یعنی بنابراین فقط نفت نیست بلکه ارزهای غیر نفتی هم اعلام میشه و بعد اینم فقط مخاطبش یک کشور نیست، مخاطبش جهانه، یعنی به هر حال اقتصاد یعنی مبادله با کشورهای مختلف، همه اونها رو تهدید میکنه با اهرم‌هایی که داره، خارج از بحث منه، تهدید میکنه. پس بنابراین جلوی یک کشور، حالا هر کشور باشه، آیده اصلا بحثی را نمی کنیم، بحث تحلیلی و منطقی میخوام بکنیم از این حادثه ها که چجوری میتونه اتفاق بیفته، این جاهای دیگه هم میتونه اتفاق بیفته، چطور فقط در اینجا نمیخوابه که، چون جهان بحرانیه، اصلا اینجا اگه خوب باش برخورد نشه این بحران هم ازش عبور کنیم در جاهای دیگه سر در خواهد برد، جاهای دیگه الزاماً اگر هم اینجا به فرض حل فصل بشه به فرض، ولی نه، داغ‌ترین و بحرانی‌ترین نقطه الان اینجاست. پس بنابراین در حوزه اقتصادی نفت کاملا تحریم بشه و بعد عرصه های غیر اقتصادی هم به صفر رسوندش، پتروشیمی، صنعت و معدن که کردن دیگه، نه همه اینا قراره که صفر بشه، نه اعلام شده روی میز اومده صفر. این یک. دوم مسئله بود که همین ارزش یک کشوری رو، حالا درست یادم ارزشی کار نمی کنم، مادرم خود پدیده رو تحلیل می کنم، چون گاهی ما با پیش‌داوری یا ارزش گذاری ها وارد میشیم، این دیگه تحلیل نیست، خود سپاه پاسداران وارد لیست تروریستی کرد، اشکال نداره باید کرد، ولی این هدف رو دارم مطرح میکنم، چون لباس سپاه هم واقعا تروریستی هست، مثل خیلی از نیروهای دیگه در سطح جهان تروریستیه، ولی وارد این در واقع فضای جنگ میشه بحثمونه، این بحث دیگه هستشون اینجا. خب چون سپاه در واقع در اونمایی نظام حکومته، یک در کشوری مثل ایران، یعنی همه کار است، حزب هست، سیاست هست، اقتصاد هست، که چیزی جدا از اون نیست، در نتیجه فهمون مثلا معبر امور تنگه هرمز، خب سپاه یه طرفشه با باریکه کوچیک، ناوگان ها یه طرفش، یعنی سپاه حافظ اونجاست، یا مثلا ساحلش، یا هر جا که شما دست بذارید. خب این هم چیه؟ وقتی اعلام میشه که تروریستی هست و آمریکا تروریسم بزرگترین خطر خودش اعلام کرد و اعلام جنگ باش میکنه، معناش بس روشنه. مسئله سوم که دیگه آتش در بین بحران، که این سه تا گفتم عامل مهم هست در این تصمیمات اخیر، یکم مسئله همین مسئله هسته‌ایه که در واقع تولیدات غنی‌سازی و آب سنگین تحریم دیگه معاف شده، یعنی آزاد دیگه نیستن فروشش، بر مبنای برجام ایران از یک مقداری که فراتر میرفت اجازه فروش داشت، باید میفروخت دیگر نمیداشت، چون مقررات نقض میشد برجام، قطعنامه به حالت قبلی برمیگشت، این مقدار مثلا حجم اورانیوم، این مقدار حجم، این دوتا خب خیلی مهم بودن، البته چیزهای دیگه هم هست هنوز واردش نشده، ولی مسیر رو گشوده برای تصمیمات دیگه در این حوزه ها، ولی دو تا چیز اصلیشو نقدن. این خودش به چه معناست؟ این کافیست ما یه مقدار به اصطلاح به قول معروف درنگ کنیم توش، یعنی بش کافیم، این به معنی اینه که حکومت اسلامی رو در یک بنبست قرار میده آمریکا، که یا باید اصلا کلن همون غنی‌سازی مجاز، هرچی که توی برجام توافق کرده همون رو به صرف برسونه و خودش اصلا شلیک کنه به برجام در همون بقایاش، یا اینکه در واقع از برجام بیاد، یه تله اینطوری درست کردن، از برجام بیاد بیرون و اروپا و اجماع جهانی و قطعنامه ها و شرایط که آمریکا میخواد پیش بره. یعنی شما میبینید که محتوای این تصمیمات صرف نظر که حالا جنگ اتفاق افتاده نسبت اون ثانویه، خود اینا یعنی بنبست، یعنی ایجاد شکاف، یعنی بستن راه های هر گونه مذاکره و اگر راهی برای خروج هست، چون به هر حال این نزاع 40 سال ادامه داره، جدید که نیست که دعوا ما میبینیم الان خب حاضر شده.
پس بنابراین ببین مسئله بر سر این هستش که شما یه فرمولی رو میذارید، یعنی هدفهایی رو میذارید رو کار، این هدفها تحققش یعنی در هم شکستن این مسائل، و این خودش بسیار نتیجه جنگه، یعنی جنگ از این بر میخیزه. حالا شما دلتون بخواد بگید امروز نه من نمی کنم، میرم دامت لب پرتگاه نمی کنم، مهم اینه شما این هدفها رو قرار دادید، اینا رو میخواید تحقق بدید به این شکل، طبیعتا اتفاق میفته. حالا بستگی داره به طرف مقابل، یا دستاشو 100% بالا بکنه حکم به نابودی خودش بده، خب یا یه شق فرضیه، یا اینکه به هر حال اونم ارتش داره، نیرو داره، اونم جنایتکار مثل این، اونم 40 سال داره در واقع خودشون میپرورونه برای همین روس ها و مقاومت ها و دفاع اینجور چیزا، حالا موشک هر چیزی غیره و غیره. یعنی خلع سلاح شما وقتی شعارشو میدید در لحظه، خب معلومه معنیش اینه که یا باید به صورت تسلیم 100% یا جنگ. پس برای جنگ از هوا در نمیاد، ادامه سیاست هاست. این سیاست ها به طور کلی نیست، سیاست های مشخص، و این چیزهایی است که رسانه ها بحث نمی کنن، چون اینا رو که بحث بکنن خیلی مسائل مطرح میشه، یعنی هم روشن میشه که کارکرد حکومت ایران چی هست، هم کارکرد این طرف چی هست، و چگونه هر دوشون به دامن میزنن به این مسئله. اون موقع افکار عمومی، نیروهای مثلا طرفدار صلح، نیروهایی که فاجعه رو احساس میکنن وارد میدان میشه، فعال میشه دیگه، این سرگیجه و سرسامه اتفاق نمیفته، مردم ایران همه جا. پس بنابراین این مسئله هست. البته حکومت اسلامی هم متقابلا بر این موج دامن میزن. به چه شکل؟ به این شکل که حکومت اسلامی که گیر کرده بود در واقع برجام، یعنی مثلا حالت نیمه زنده بود، اروپا در واقع اون برنامه ها و وعده ها و مثلا که برجام اتفاق نمی افتاد به خاطر فشارهای آمریکا از در اقتصادی و از در فروش نفت و غیره و غیره، در نتیجه اینها هم وقتی که آمریکا راه ها رو بست، یعنی اینا اصلا نمیتونستن دیگه بعد خلع سلاح بشن، بعد غنی سازی دیگه نمیتونستن بکنن، چون یا اگر میکردن گفتم دو راهی خروج از برجام تخطی، یعنی یک دوگانه تله گذاشته شده آگاهانه ها که رانده بشه به این سمت ماجرا، از این حالت بینابین در بیاد دو قطبی بشه. این سیاست است که آمریکا دنبال کرده دو قطبی بکنه مسائل و اروپا رو، جهان و ایران رو با هر هدفاش. حالا هدفاش فقط ایران نیست، ایران هم هست از جمله، ولی منطقه و مسائل دیگه هم هست، حالا جدا باید صحبت کرد، ولی میخوام فقط این اشاره بکنم که دولت ایران در اینجا خب میتونست بگه که به دنیا وارد بشه بگه اینا جلو منو بستن نمیذارن برجام اجرا بشه، ولی نه، حکومت ایران در اینجا یه کار دیگه کرد. یعنی به این البته قبلا اینا رو همطور کلی مطرح میکرد به عنوان گزینه ای که ظریف مطرح کرده بود، عراقچی بارها مطرح کرده بود و دیگران و دیگران، چه از برجام به عنوان یه گزینه که فشارها بیاد، اینطوری نیست که ما همیشه پیوند و قوت داشته باشیم، برادری داشته باشیم، همچه حرفایی میزدم، ما منافعمون از برجام باید به ما زینف باشه برام، والا نمیشه، ما اینا رو میگفتم ولی نه در مقام اجرا، عنوان تهدیدی به اروپا و دنیای خارج در مقام سخن صحبت جنگ مثل روانی. ولی در این مورد وقتی آمریکا این تصمیم رو گرفت که اینا رو قطع کنه، اینا بلافاصله برای این تصمیم بیاره این رو تبدیل کنم به یه تعرضی برای خودشون، به جایی که بگن که خب ببین اینطوریه بیان راحت پیدا کنیم، خب این آب سنگین ما باید چه کنیم، این غنی سازی هایی که من تولید میکنم 4% آمریکا شما رو تحریم کرده، روسیه هر کس که بخره، هیچ کسی نباید اینا رو بخره، باید چه کنیم، میتونست راه مذاکره رو باز کنه و ببینه یه جوری پیش بره، مثلا این گزینه هم وجود داشت. ولی حکومت اسلامی اومد دقیقاً به طور مشخص بخواد تحلیل کنیم ها، از کلیات در بیاییم، اومد دقیقا حالا تعرض به جلو داد و خروج از برجام به صورت تدریجی و نهایتا اگر پاسخ داده نشه خارج، اینو دامن زد. حالا فقط اینو بگم که این بحث رو یکم جمع کنم، بعد جمعه دیگه هم داره ها، تا برسیم این جمع‌بندی رو بکنم. ببینید آمریکا وقتی لشکرهاش رو روانه کرد، یعنی برجسته کرد، خود روانه کردن فی نفسه شاید مهم نباشه ولی مهم بود، همون به 52 حالی که گفتی پاتریوت فرستاده که ضد موشک هست، بعد همینطوری این ناوگان ها، ناوگان در رزم نا فلان، همین رو
هی میفرسته و الان بحث 120 هزار تا. بعد ببینید مسئله بر سر اینه که اون سیاست آمریکا میدونه که ایران رو در دوراهی قرار داده، خروج از برجام یا یه تصمیمات دیگه که معلوم نیست عواقبش چه هست. در نتیجه خودش میدونه که پشتبند این تصمیمی که یه قدرت نمای نظامی باید بکنه. از قبل اینها تصمیم گرفته، جز اون پروژه است، همون پروژه ای که این قطبندی رو کرده در مورد برجام، این تصمیم هم گرفته که باید قدرت نمایی کنه که ایران، دولت ایران جرأت نکنه که به اصطلاح برجام رو نقض کنه و بعد شروع کنه به غنی‌سازی و به فاز قبل برگرده، قبل از برجام. پس بنابراین لازمه که لشکرکشی بشه، قدرت نمایی بشه، چون بدون اون حرف در واقع بیال و اشکمه اون تصمیم ها. پس بنابراین اینا همه مکمل همن. دنیا تحلیل ها فکر میکنه یه چیز تصادفی اتفاق افتاده، نه اینطوری نیست که. پس بنابراین یه قدرت نمایی نظامی، یه آرایش نظامی آمریکا برای اون تصمیم مکمل لازم داره، ولی اینکه نمیخواد حمله کنه، ولی به ایران باید نمایش قدرت نشون بده و تهدید بالا سرش ببره که حالا که در تله گذاشتمه دیگه نباید از اونجا خطا بکنی، یا باید دستات تسلیم بالا کنی، یا برجام اگه نقض کنی بدون که اجازه نخواهم داد. اسرائیل هم گفته ما هم اجازه نخواهیم داد. یعنی پس بنابراین تهدید نظامی جزء اون تصمیم هست، وارد میشه، یعنی جدا از اون نیست. حکومت اسلامی هم چنین به اصطلاح صحنه ای رو برای اینکه به اروپا فشار وارد کنه و از این حالت تعلیق که بحث دیگه استودا باید بکنیم در بیاد بیرون که آشمز شده بود، فرصت استفاده میکنه که فرصت مهلت های 60 روزه و غیره و غیره که بتونه به اصطلاح خودش از این مخمسه، از این محاصره در بیاره. فعلا در همین حد من در مجموع خب راهی برای جمهوری اسلامی نمانده بود، یعنی خود برجام باید خب یک سری منافع عرب نشینی حکومت از مسئله اتمی در واقع قرار بود با یک سری قرارمدارهای بزرگ اقتصادی و قراردادها تکمیل بشه، یعنی به عنوان یک پروژه ظاهرا ایران رو وارد مدار بازار اقتصاد جهانی کنن، از اون محدودیت‌های بزرگ در بیاد. در واقع خروج آمریکا خصوصا با قدرت نمایی که یعنی در واقع مسئله دلار، تنبیهات و مجازات‌های اقتصادی که آمریکا برای همه شرکت‌ها و دولت‌ها گذاشت برای که هر کس نقض کنه این قراردادها رو مجازاتش می‌کنم، خود اروپا رو، دست‌های اروپا رو بست برای هر گونه معامله با ایران. در واقع یعنی راه دیگری برای گریزی برای اقتصاد ایران نذاشت، یعنی در واقع ایران هم باید کتکه رو میخورد، هم در واقع هویج رو هم نمیخورد. یعنی اون هویجی که قرار بود به عنوان قراردادهای اقتصادی به اصطلاح قرارداد با بوئینگ، در واقع حبابی که بعد از برجام ایجاد شد برای به اصطلاح بازگوشای اقتصادی ایران، این حباب با اقدام آقای ترامپ ترکید، معلوم شد هیچی نیست توش و در واقع راه گریزی نبود. یعنی حالا شما در واقع میگید که این یک آرایش نظامی لازم بود برای که اون اقدامات اقتصادی رو انجام بده، قدرت نمایی، ولی من میگم مثلا خود این مجازات های اقتصادی، خود همین تحریم ها، تحریم نفت، تحریم چیزهای اتمی، تحریم آلومینیوم و مس و تمام صادرات غیر نفتی، تحریم استفاده ایران از دلار و مجازات های کشورهایی که با ایران وارد معامله بشن، زندانی کردن هر کسی که به اصطلاح تحریم های ایالات متحده رو نقض کنه و مجازاتش همون به اصطلاح شما اون شرکت چینی است که خانمه رو دستگیر کردن تو کانادا به خاطری که تحریم های آمریکا رو نقض کرده. در مجموع یک پروژه است، یعنی میشه گفت که یک پروژه ایران کیسه بوکسی شده که ایالات متحده قوانین داخلی خودش رو بر جهان در واقع تحمیل کنه. در این حال راهی برای ایران نیست، یعنی در واقع ایران مثل اون اسب تراموا بود که کشورهای مثلا یه شهری رو محاصره میکردن، آب و غذا و همه چیز رو برش میبستن، میگفتن یا تسلیم بشو یا باید بمیریم. یعنی در واقع رویارویی رو به اینجا کشوندن و در واقع
من میدونم که حقیقت چی میخوای، خامنه ای و جریان بیت رهبری، سپاه، بخشای از سپاه، این جریانات خواهان این بحران ها هستند برای ادامه حکومتشون، ولی آن چیزی که سرنوشت مردمان ایران رو تعیین، در واقع تعیین خواهد کرد، این معادله جنگیه. یعنی شما به درستی گفتید جنگ ادامه سیاست است و سیاست هم ادامه همان جنگ. یعنی میشه گفت که تا حد زیاد اون سیاست 40 سالی تحریم ها رفته به اون سوی که عراق رفت، عراق صدام رفت. بله. این چطوره فکر میکنید؟ ببین، خود جنگ ادامه سیاست فقط برای طرف آمریکا نیست که اون هست و قدرت برتری، ولی برای خود حکومت اسلامی هم دقیقا این صادق هست این فرمول. من برای اینکه این بحث رو باز بکنم برای همین مسائلی که مطرح کردید، به فاز دوم این بحران میپردازم. اون فاز اولش رو گفتم که چگونه این تصمیمات ازش این در میومد، این سناریوی که الان اتفاق افتاده برامون، اون تصمیمات باید همراه میشد با همین بحران. ببینید حالا بعدش سناریوی مثلا نتیجه رو ببینیم خیلی عالیه، چون الان چند روز از این ماجرا گذشته، درست تیر غیبی اتفاق اومد از آسمان، یعنی کشتی ها منفجر شدن دو سه تا، یعنی اون چیزی که در تاریخ دستاویز ها گفته میشه و بهانه های شروع جنگ گفته میشه، حالا نوک دماغ یکی، نمیدونم دعوای یکی، کدوم شاهزاده کشته میشه، کجا فلان، خیلی دستاویز های خیلی عادی در یه چنین شرایطی که مثلا فضا آغشته از باروته، میتونه خب یک جرقه اتفاق بیفته و شعله بر کنه. خود اون البته فضا مهمه، ولی جرقه هم به هر حال باید آتش بیاد تا نقش این شعله بر بشه. ببین اتفاقا هم افتاد، یعنی اگر حالا تحلیل مشخص از وضعیت میخوایم بکنیم دیگه، اون اتفاق افتاد. بعد حوثی‌ها هم که درست همزمان تقریبا کشتی‌های عربستان و تا دریای سرخ های دیگه هدف قرار دادن و اونم تعطیل کرد تا برای مدت عبورش، یعنی آسیب اینقدر بود و قیمت ها هم تاثیر گذاشت در سطح جهانی. یعنی خب عربستان در واقع مرکز تولید نفت دیگه، مهمترین تولید کننده نفت جهان و خاورمیانه است، در نتیجه خیلی ابعاد داشت مسئله. بنابراین که کشتی نروژی هم اتفاق افتاد. حالا اینجا واکنش ها رو بعضی ضروری قرار بدیم تا یک تصویر دقیق تری از وضعیت جلوی ما باز بشه، وضعیت موجود، چون کلیگویی فقط کافی نیست، اون هدف ها رو میگیم ولی بعد صحنه رو میگم رنگ‌آمیزی کرد، روشن کرد اونطور که هست واقعا. ببینید در اینجا ما شاهد رویکردهای جالبی هستیم، اینا بخشی از واقعیت هستن. از یک طرف روزنامه نیویورک تایمز افشا کرد، خیلی مهم بود چون دعواهای درون آمریکاست، که در اتاق جنگ پومپئو 120,000 درخواست نیرو و طرح جدید و قول معروف نماینده وزارت دفاع همه اینا اونجا هستن و دارن بحث میکنن و اینا. خب تو آمریکا در واقع افشاگری و رسانه ها یکی از بازوهای نبرد قدرته، قدرت ها، جناح ها و دست همگر رو کردن ها و خونسا کردن ها خیلی زیاد در تاریخ از برکت همین جوسا اتفاق نمیفته یا نیمبد اتفاق میفته به خاطر خیلی درگیری ها. ببین اینجا اتفاق افتاد و اونا هم افشا کردن و معلوم هم شد پاسخهای ترامپ هم نشون داد که خب نه، میخواست بگه عادیه، اونطور که شما میگید نیست، ولی اینطوری من لازم بشه 120 تا بیشتر میبرم. بعد روزنامه های دیگه همه گفتن یا چیزهای دیگه، کارشناسان دیگه یا حتی مقامات آمریکا گفتن بحث هایی است که اتفاق میفته تو اتاق. میدونیم که این در واقع دو سه ماه پیش هم همین در واقع جان بولتون طرح حمله مثل نظامی رو خواسته بود از وزارت دفاع، بازم اختلافات شد و موقع مقاومت های شد و دعوه ها شد و چون ممکن بود، یعنی چیزی مثل عراق هم باید از نظر سناریو سازی اتفاق بیفته. به همین دلیل دولت آمریکا هم اینجا خیلی یه مسئله رو خیلی علم کرد که اطلاعات ویژه سکرت بسیار مهم میذاره و بسیار موثق از حاکی از مثلا حالت تهاجمی گرفتن طرف ایران، کشتی ها توی عراق، توی نمیدونم فلان نقطه، توی سواحل خلیج فارس، همه جا که اطلاعات دقیق هم نمیداد و حتی اینقدر ابعاد پیدا کرده. یعنی نه اینکه بخوام همه اینا خیالیه، ولی فرض بر اینه که خب وقتی شما طرف مقابلتو میرانی به جایی که
یا باید دستاشو بالا بکنه یا میباید برجامو نقض کنه و قطعنامه اوتوماتیک میاد دیگه. برجام شما اگر دولت ایران در واقع تولیدش اضافه کنه، یعنی غنی سازی رو، و اگر همین تولید به اصطلاح آب سنگین رو که همیشه داره، یعنی جزء تولید و کسی هم نخره ازش و آمریکا تهدید کنه چه گفته میکنم نباید بفروشه، کسی نباید خرید کنه فلان، این به معنیه اگر از مرز مجاز فراتر بشه، یک زمان البته میتره به یه تایمینگ داره چون با یه نسبتی از یه سطح مشخصی بالاتر بره، بلا فاصله قطعنامه های نقض برجام از توسط ایران بخت اوتوماتیک اون قطعنامه ها برمیگرده تحریم بین المللی، یعنی تصمیمی گرفته نمیشه جا جدید در موردش، مگر اینکه دنیا کودتا کنه علیه اون تصمیم قبلی. چون خب یعنی یه بحث دیگه است که فرضیه ذهنیه فقط، ولی اون خود به خود بر بسنا برای جنگ همه چیز اینجا تو این قول من که آجر کی میکشی بیرون، ساختمون آجر حیاتی این پس پایه میکشی ساختمون، خب میاد پایه معلومه عواقبش. با توجه به این این حوادث هم اتفاق افتاده است مثلا، حالا کسی نمیتونه بگه این حوادث چیه، ولی جالب اینه که چون نمایش قدرت فعلا در دست کار هست، هدف جنگ تمام عیار نیست، یعنی الان در این لحظه، ولی اینکه این ادامه پیدا کنه کنترل نشه سر از کجا در میاره بحث دیگه است این هدف ها، ولی در لحظه کنونی هدف آمریکا قدرت نمایی است، اون تصمیمات رو در واقع قشنگ فست کنه، محکم کنه و جا بندازه در سطح جهانی و ایران رو در واقع یک کام دولت ایران به عقب بندازه کاملا، یعنی به عقب نشینی کامل و محسوس. این مثلا هدف و ولی این حادثه که اتفاق افتاد یه آزمونیه، اعلام کرده بودن قبلش، اگر دولت آمریکا اعلام کرده بود رسما که اگر حمله بشه به ما و منافع متحدینمون بلافاصله ما واکنش نشون بدیم نظامی، در تعهدات قبلی و اولتیماتوم هایی که داده بودن رسما، ولی این حادثه اتفاق افتاد واکنشی داده نشون نشد، در حالی که پشت هم در سراسر حالا چه کسی پشت این واکنش ما نمیتونیم واقعا غیبگویی بکنیم، معلومه که این حرکت گزارشاتی هم بود که خود این اصلا این در واقع این خبر و این خیلی واقعی نیست، یعنی خیلی یعنی واکنش ها این بود که در واقع تا حد زیادی نه کسی کشته شده بود، نه کسی مجروح شده بود، نه نشت نفتی صورت گرفته بود و این خبرها رو در واقع دامن زدن، یعنی دقیقا در شرایطی این مسئله انفجار کشتی ها رو گفتن که آمریکا اعلام کرده بود که ایران در توسط حوثی ها و حزب الله و برخی گروه های مختلف در عراق و برخی کشورهای منطقه داره فعال میشه که منافع آمریکا رو به خطر بندازه، کشتی های آمریکا، منافع آمریکا و چیزها رو چیز کنه، که در واقع گرم کردن حادثه بود، یعنی گرم کردن به قول شما جنگ و اینکه وارد عکس العمل کنه ایالات متحده رو، به خاطر همین تو همین فضا بود که به قول شما همین 120 هزار نفر نیرو، اعزام 120 هزار نیرو در دستور در واقع اعلام شد و هم اعلام دولت اسرائیل بود که ما نخواهیم گذاشت که این پروژه اتمی شدن ایران در واقع پیش بره و اینها، یعنی در مجموع کل ماجرا به گونه ای داره پیش میره که به قول شما فضا رو آرایش جنگی منطقه رو خیلی بالا در آدم رو به اون بیاد اون کشتی های چیز موشک های صدام میندازه که 5 دقیقه لندن رو خواهد زد به مرکز های اروپا. ولی منظور من این بود که از این مقدمه به این صحبت جدید برایان هوش برسم که مهمه در این بسیار نظراتش در این که باش مصاحبه گفتگو کرده، در همین بعد از این انفجارات، بعد از این حادثه، خب سخنان قبلی خیلی تند گفته بود، تهدید آمیز بود، هم او هم دیگر مثلا سردمداران دولت آمریکا شدیدن. این در پاسخی که ازش خبرنگارا میپرسن که حالا که این حادثه ها اتفاق افتاده آمریکا چه واکنشی نشون میده، خب میگه که ببینید اینجا کشتی آمریکایی در کار نبوده، یه نروژی بوده، اونام بوده و الان تحقیق دارم میکنم و نمیخوام قضاوت نمیخوام بکنیم، زود هنوز اصلا نمیتونیم بگیم چی هست،
وارد نمیشیم، خیلی محتاطانه. و بعد مطرح میکنه که دوباره تاکید میکنم اگر به کشتی‌های آمریکا حمله بشه اینطوری میکنیم. خب اون حالت دفاعی دولت آمریکا یه چیز روتینه که مورد حمله در هر جا قرار بگیره خب عکس العملش رو نشون خواهد داد، یعنی مثلا جزء قوانین پذیرفته شده خود آمریکاست، با چیز عجیب غریب نیست. ولی منظورم اینه که خود دولت، حالا یه بحثی رو اینجا بعد من اضافه کنم، گفتم شیوه برخورد هم مهمه. ببین دو تا مسئله است، یکی هدف هاست و آنتاگونیستی شده یا انفجاری شدن این هدف ها، یعنی دو قطبی کردن و داغ کردن این هدف ها، همون اقتصاد رو دو قطبی کنیم یا همه چیز رو حد افراد. چون ویژگی بحران یکی در واقع فشار حد اکثری، فرمولش یکی در واقع شتاب حد اکثری. شتاب حد اکثری برمیگرده به شتاب رویدادهایی که میدن برای هدفهای معینی، که دیدیم یه دفعه در از دو هفته یا ده روز چقدر حاد شد با همین حوادث، به این نقاط رسوندن تهدیدآمیز که اروپا نگران شد، انگلیس نگران شد، دنیا نگران شد، همه نگران شدن. ما آمریکا شدیدا فشار اومد که کجا داره میری، جنگ اتفاق افتاد ایران، معلومه چی بشه منطقه، آتش بگیره خاورمیانه چی بشه، هیچ کسی نمیدونه آینده چی میشه. به شدت پمپو، به شدت به اصطلاح در این فضاها دیدیم که به عراق رفت، به اونجا رفت، به اونجا رفت، برای اینکه همه تهدیدات رو به اصطلاح متوجه کنه و به هدفاش برسونه، یعنی بازی دیپلماسی هم به کار گرفت. حتی دعوت نشده رفت به بروکسل و که دیدار کنه، البته اونا در اون سطح دیدار نکردن ولی در این سطح دیگه دیدار کردن، باش گفتگوی کوتاهی، برای اینکه دیگه نمیشد اصلا وقتی خودشو وارد کرد میخواد بحث کنه بی جواب اصلا دیدار نداشته باشن. ولی خب همینطوری بهش، یعنی اونجا کاملا هشدار داده شد که این خطرناکه، اون کار اروپا پشت این جنگ نمیره و در اینجا خط قرمز داره بر خودش. بس بنابراین انگلیس هم همینطور. ببین مسئله بر سر این هستش که ما شاهد این هستیم که خود بسیار هوک میاد مطرح میکنه که اگر به ما حمله بشه، یعنی عربستان و دیگران حتی اسرائیل ها متوجه شدن که آمریکا در مقام سخن کجا رو دنبال تا کجا حاضره، آیا حاضره مثلا من عربستانم به یا نه فقط شعار میده اینا رو، چون دنبال منافع خودشه، یعنی اون در واقع منافع کل کلان خودش حساب میکنه. اینا تناقضاتی است که خودشونم گفتم شتاب حد اکثری و فشار حد اکثری. خود این طرح استراتژی هم به قدر کافی در واقع سراسیمه است، پخته نیست، آرایش زیاد نگرفته. یعنی اینجا برمیگردیم به یک نوع از رفتارهای دولت آمریکا ترامپ که با حد اکثر نمایش قدرت وارد میشه در کره شمالی. وقتی مدلش رو میسازیم در جاهای مختلف میبینیم که میگه که باید اونقدر قدرت نمایی کرد، اونقدر فشار کرد و اونقدر تهدید کرد که طرف زیر این تهدید جا بزنه، طرف هر کس باشه و من به صورت امتیاز به دست بیارم. این سیاستی است که در سطوح مختلف حتی در مورد چین، در مورد روسیه، در مورد کشورهای اروپا، مثلا به اروپا من تهدید میکنه ناتو رو من نمیدم بودجه فلان اینا رو شما نمیدید استقلال داشته باشید، یعنی ارتش مستقل، همین تهدید رو در یه سطح دیگه متوجه، یعنی این یه سیاست عمومی است اتفاق میفته باز در سوال ایران دیگه به شکل حادترش و غلیظترش است. پس بنابراین ما میبینیم که خود دولت آمریکا نقدن الان میخواد نمایش قدرت نشون بده برای اینکه به اون هدفهایی که هدفها جنگ افروزن نهایتا اگر به اصطلاح تعادلی صورت نگیره در سطح جهان، یا باید یک طرف در هم بشکسته یا فلان بشکنه در هم، ولی اصلا حادثه اتفاق نمیفته مگر بدون ورود به اصطلاح سخت افزار جنگ. بحث تحلیل، خود تحلیل نه ارزش گذاری. والا حکومت اسلامی اولا اینکه پروژه در واقع هسته‌ایش یک پروژه کاملا ضد انگلی، ضد مردمی و ملیتاریستیه، هزینه های کلان رو تا حالا تحمیل کرده و حالا هم تحمیل میکنه و در آینده هم تحمیل خواهد کرد. اصلا کل در واقع این پروژه از نظر منافع مردم، خواست مردم، مطالبات من جایی نداره. حکومت اسلامی در واقع دنبال هدفهای خودش که باید مبارزه بشه باش کاملا. از یه طرف دیگه حکومت اسلامی از اینجا سعی میکنه که در واقع خودش رو سفت کنه، سرکوب کنه داخل رو و بعد با خارج از موضع قدرت چانه‌زنی داشته باشه مذاکره بکنه. موضع چون قدرتش ضعیفه
چون تو این دعواها هم دو تا پیشفرض وجود داره. آمریکا پیشفرضش اینه که ایران اجازه نمیدیم یا نمیده یا اجازه نمیدیم وارد به اصطلاح بحران ما قبل برجام بشه، یعنی دوباره هسته‌ای اون ماجراها، یعنی فرض اینه که وارد نمیشه، در حالی که این فرض معلوم نیست حکومت‌های ارتجایی اگر تحت شرایطی، چون مدل کره شمالی هم اونطور که ترامپ میکنه از قضا تایید میکنن، چون اون قدرت چانه زنی داره نمیتونه باش کاری کنه. خب اینا هم میبینن همه، یعنی این سیاست ها در واقع بدآموزی های عجیب جهانی هم داره که برای آمریکا اصلا مهم نیست، چون هدفاش مهمه. اینا اصلا رفتن زیر در یک دیپلماسی در واقع ناموزون، اینا جایی ندارن، یک دست یک جانبه. ببین یک طرف باز بنابراین مسئله اینه که ما در این دقیقا میبینیم که اینها به اصطلاح خودشون تقویت میکنن، از یه طرف دیگه سعی میکنن از طریق همین چانه زنی با اروپا و با قدرت ها و با چین و روسیه که اگر این درشی برجام فلان در واقع خودشونو بهبود بدن. و از قضا این تاکتیک ها این نگرانی بزرگی بیش از خود جنگ حتی به نظر من، که خود اصلا حکومت اسلامی رو تقویت میکنه، یعنی مردم و جنبش رو پرس میکنه زیر دو تا فشار، اون سعی میکنه که خودشو فشرده کنه، یک دست کنه، لباس نمیدونم اصلاح طلبام لباس پاسدار بپوشن، جنگ تو تنه روز تا آخر لباس پاسدار. این یعنی در واقع حکومت اسلامی رو که نمیتونست خودشو جمع کنه، یعنی توان جمع کردن خودش سطحی از توانایی و پوشالی بودن حکومت اسلامی جوری شده که واقعا خیلی پوسیده شده، که حتی این کارم در شرایط عادی نمیتونست بکنه، ولی در شرایط جنگ میتونه همین فشارها تهدیدها به قول خودشون نعمتیست، این اراده رو فشردگی رو در هم بالایی که داشت فرو میپاشید و اینها ایجاد بکنه در سطوحی و بتونه خودشو از این گذرگاه، از این گذرگاه نه که برای همیشه، اصلا این حکومت تاریخا جا نداره، بحث دیگه است و مردم اصلا در واقع مهر ابطال دادن، نسل جوان نسل به همین دلیل. ولی خب هر روزش فاجعه است موندنش، بقایش هر روزش سیاست هایی که اعمال میکنه فاجعه است در ایران، هر تصمیمی که میگیره کلی عواقب و پیامت های فقر و بدبختی و اینا داره برای مردم، اصلا شوخی نیستش، یعنی این یک روزش هم صلاح نیست بمونه. ولی با وجود این، این سیاست ها در واقع میگه بیا با هم مذاکره کنیم، نهایتا پیامش اینه، یعنی به دوبستان کنیم. این روشنه، مردم در این معادلات جایی ندارن، دموکراسی جایی نداره، مطالبات مردم کجا هستن اینجا، جاشون کجاست، هیچ وجود نداره، از این نمیتونه وجود داشته باشه و رسما هم وجود نداره، فقط شعاری و تبلیغاتی و تجلیلی که هیچ دیکتاتوری ازش در نظر نمیکنه در دنیای امروز، هیچ دیکتاتوری شما پیدا کنید که از این تزیینات استفاده نکنه برای ویترینش. ببینید این مسئله اینه که هدف اینه، هدفی که الان داره میگم فشار بیارم تهدید یا هم مذاکره کنیم تاخت و پاخت کنیم، در حالی که هدف مردم، هدف دنیا این نیست، این پروژه نیست، فراتر از اینه. به همین دلیل باید خطی استراتژی سیاستی باشه که در واقع کل این ماجرا رو بپوشونه، نه اینکه یک دست وارد یه جریان بشه، یه جریان بشه تبدیل به یک بازیگری در میان حاشیه این بازیگران و بخشی از اونها، حالا یا این ور یا اون باش، این مسئله هست. من این سوال برام پیش اومده، مثلا در دوره جنگ عراق ما شاهد یه جنبش وسیع صلح طلبانه بودیم که در واقع میتونست اعتراضی بکنه به سیاست های غالبی که جنگ ها رو توی مناطق ما خصوصا تو خاورمیانه در واقع تحمیل کرده و این سیاست مانع از حداقل پیشروی این سیاست به شکل گستردش بود. الان ما فاقد، یعنی در دنیای سیاسی کنونی و متاسفانه جهان کنونی ما شاهد هیچ اعتراض سراسری صلح طلبانه علیه این سیاست ها نیستیم، علارغم که همه ناراضی هن. بسیاری حتی دولت ها ناراضی هن از این در واقع سیاست هایی که ایالات متحده و دولت ترامپ داره پیش میبره و اینا. فکر میکنید چپ چه باید بکنه تو این دوره ای که این موقعیت هست، این موقعیتی که جهان در واقع به سوی یک واقعا فاجعه بزرگتر پیش میره، هرچند
و فاجعه روز به روز گلوگاه مردم ما رو، مردم منطقه ما رو خواهد فشرد و در واقع این دیکتاتورهای کوچک و تبهکارانی که توی منطقه ما هستن از بحرین کوچک، جزیره کوچک بگیر تا اسرائیل و سعودی ها و اماراتی ها و حتی مصری ها که خواهان به قول معروف به اصطلاح مجازات های سخت‌تر و جنگ علیه ایران هم، و از اون بر خود دولت ترامپ و یک عده چاقوکش به قول معروف مثل پومپو و بولتون و اینها که واقعا میخوان از طریق قدرت نظامی و از طریق بمباران ها و اینها این سیاست رو پیش ببرن. چپ باید چی کار بکنه؟ چپ باید چطور میتونه، آیا میتونه فقط نمایش به اصطلاح تماشاگر این نمایش خشونت آمیز و وحشت باشه؟ مسئله که هست اینه که اگه بخوام یه مثالی بزنم، همون مصیبت و مشکلی که حکومت اسلامی در داخل ایران به وجود آورد، یعنی آشفته شدن صفوف جنبش و در این 40 سال تکه پاره کردنش و اجازه نمیداد هیچ قطب مستقل شکل بگیره با مانورهایی که داشت و شکاف ها و تاکتیک هایی که داشت. فقط اشاره کردم به عنوان مثال. در سطح جهان هم، جهان الان به دلیل که مثلا از دل گذشتش هم در اومده، تحولات گذشته که اساسا نئولیبرالیسم و سیاست های حاکم بر جهان در این مثلا تاخت و تاز 14-8 این محصول بیواسطه اونه، نمیگم حتما محصول عوامل دیگه نه هست ولی عامل مهم بیواسطه این بوده. بعد اینجا در واقع خود در کوتاه، چون این بحث مستقل نیست که ما باید سوان جداگانه بحث کنیم، ببینید خود جهانی سازی اونطوری با بحران مواجه شده، موجهای برگشتش مثل امواجی که شروع میکنم به حرکت کردن میخورم به صخره برمیگردم، در واقع ترامپیزم، نه فقط ترامپ، در برزیل همه جا، همه جا بازگشت امواج در واقع اون جهانی سازی است که خورد به صخره ها بحران و داره برمیگرده. یعنی اون نوع از سرمایه‌داری و رشد کردن اینها و اون شکل، حتی بازارهای در واقع که صادر میکردن، شکوفا کردن سرمایه‌داری رو در این چند دهه، مثل چین، مثل هند، مثل اینا اشباع شده، یعنی خود اینا رقیب شدن، صادر کننده شدن. الان چین چندین میلیارد تریلیون مازاد داره، آمریکا 21 تریلیون کسری بودجه داره، کسری داره، یعنی بدهکار بر جهان. و این بحران در داخل تولید شده، چون صنایع همه رفتن جاهایی که سود داشته، حالا اونجا هم اشباع شده و بحران در واقع پاسخی نگرفته در خود سرمایه‌داری. یعنی بخشی از بحران سرمایه‌داری است که هنوز چند تکه شده، چند پارچه شده خودش، و در نتیجه نیروها و صفوف خود جامعه هم آشفته کرده، چون به هر حال قدرت ها هستن، تریبون ها هستن، رسانه ها هستن، گراش ها هستن و نتونستن. و این یک روند اسمون تو داره اتفاق میفته و به شکل بسیار زیادی حادی هم داره بحران شتاب میگیره، چون بحران فقط اقتصادی نیست، محیط زیستی هم هست، دموکراسی هم دچار بحران شده، همه چی، یعنی بحران در تمام مؤلفه های اصلی داره میتازه در سطح جهان. یک به اصطلاح روندهایی که پارادایم های گذشته هم پاسخ نبودن، پارادایم جدید. من فکر میکنم وارد این بحث اگه بخوام بشین خیلی طولانی خواهد شد، ولی چپ در واقع یک نقدی بعد از این کل این جهان امپرسپدی و گذشته خودش و وضعیت خودش و روندهای پیش رو هم وجود دارن و اونا رو هم ببینه، بر بستر این موجهای نوین و ترقیخواهی که در اتفاق میفته میشه در واقع بازیافت و حرکت های رو به جلو کرد. ولی خودش یک بحث مفصلی میطلبه که متاسفانه من فکر کنم خارج از ظرفیت این همین بحث مونه، اگر این که عوض کنیم برای حسن ختام برگردیم. ولی در ایران به هر حال میشه مسائل دیگه هم پرداخت. آره، چون این بحث، بحث به قول شما بحث طولانی قطعا روی اون تغییرات آره. جنبش های ایران میشه عنوان یه چیز کوچیکی در بحر در این بحث اضافه کرده که فرصت باشه. آره خوبه، چون برام جالب بود که هم این در واقع دانشگاه علیه حجاب اجباری به خیابان اومدن و
در واقع یک دفعه بسیجی ها و حوزویان بهشون حمله کردن، باز ما شاهد این اعتراض بودیم، و از او بر مدارس و ویدیوهایی که در واقع آقامون جنتلمنه جنتلمنه و در واقع رقص شادمانی کودکان که حتی خامنه ای و بقیه در واقع روحانیت رو به اصطلاح به خشم آورد، خشمی که در واقع از اون همه غارت ها و تبهکاری ها و از همه نابسامانی ها که در رابطه با سیل و اینها و در واقع ناتوانی ها ما هیچ موقع شاهدش نبودیم، اما رقص کودکان اینگونه اینها رو به خشم آورد و نشانگر این بود که چقدر جدایی هست بین دستگاه رسمی و زندگی واقعی عمومی. ارزیابی شما از این قضیه چی هست؟ آره حالا کوتاه چون خیلی فکر نکنم فرصت وجودش بود. چقدر فرصت داریم تقریبا؟ 7-8 دقیقه وقت داریم. آره 7-8 دقیقه. ببین عرض شود که این ماجرا در ایران چیزای جالب اتفاق میفته، یعنی میتونست مثلا این بحران اتفاق بیفته، دو تا مدرسه چند تا مدرسه مثلا یه چنین پایکوبی هایی بکنن، چنین رقص هایی بکنن، در گذشته هم شاید شده باشه، ولی زمین لرزی ایجاد نمیکنه. یعنی الان وضعیت بحران به گونه ای است که یک حرکت، هر حرکت اتفاق بیفته تو جامعه میبینی یه اکو، یه مثلا باستا و پژواک رژیم هم حتی به وحشت میفته، به واکنش های بزرگی نشون میده. میتونست مثلا مسکوت بذاره ولی نمیتونه مسکوت بذاره، چون واقعیت اینه که اینا بخشی از یک روندی هستن دارن اتفاق میفته و نشانه های از یک پدیده بزرگ. به همین دلیل هستش که آدم میبینه که خب حماقت خودتون از این مطرح میکنید، سراسریش میکنید، ولی آره این تناقض پارادوکس واقعا. ولی در این حال اون ورش اینه که اونا نمیتونن چشم بندن، خیلی وقتا چشم بستن، میگم که این از این بار اول میتونه اتفاق نیفتاد، خیلی زیاد قبلا اتفاق افتاده، ولی مسئله بر سر این است که این در واقع یک فرایند عمومی است. اون فرایند عمومی چه هست؟ اون فرایند مثلا فروپاشی ایدئولوژیک رژیم، ارزش‌های رژیم، و در این مورد مشخص مثلا نهاد آموزش و پرورش که ما نهاد بزرگی که برای رژیم تعیین کننده است، استراتژی که جوانان و نسل آینده، اون هم مثلا 14 میلیون کم و زیاد میشه ها در دورهاش، ولی همین رقم ها بعد با خانواده هاشون حساب بکن، با معلمین به عنوان یک نیروی استراتژی که ما حساب کنید در نیروی کار زحمتکشان که سراسری و میلیونی هست، به هم بخاطر پیوندن چی میشه، چی در میاد ازش. خب اینجا با نسل جوان هم سر کار داریم، یعنی اولین چیزی که نشون میده میشه گفتمان ایدئولوژیک رژیم، نهادهاش در واقع دیگه کارکردش از دست داده به معنی واقعی، یعنی نمیتونه، مخصوصا در مورد نونهالان، نوجوانان که به قول معروف در مهد خود جمهوری اسلامی، و من سعی میکنم همیشه از این جمهوری امتناع کنم، تو گیومه به کار میبرم اگرم به کار میبرم، چون جمهوری وجود نداره، حکومت اسلامی، یعنی با اسم واقعی هر چیزی باید گفت، حکومت اسلامی. ببین اینجا واقعیت اینه که حکومت اسلامی میبینیم که دقیقاً مثلا از این نسلی که پرورونده و میبینیم که آینده رو هر چیزی رو بالاخره این نسل باید شکل بده، یعنی پس بنابراین گسسته نسلی آنچنان است که فاجعه است برای حکومت اسلامی، یعنی معلومه که یک انقطاع بزرگی وجود داره، میشه گفت مهر پایان. حالا اون وسط چقدر تداوم پیدا کنه معلوم نیست، حالا مثلا ممکنه با زور ضرب و فشارهای خارجی و یا سازش با خارج اینا چند سباهی هم بمونه یا نمونه، کسی نمیتونه پیشگویی کنه، ولی مهم اینه که اینجا دیگه انقطاع حاصل شده، یعنی شما به دیواره های یک به اصطلاح مرز، یک جغرافیایی میرسید، گسست نسلی از چی؟ از کوچکترین هایی که اونجایی که بعد دیگه ذهنشون رو بخوری و کاملا فلان کنی، اینا اینا میان میرخصن، اونم اینطوری، این اینو نشون میده. و با توجه به اینکه گفتمان ایدئولوژیک از عناصر مهمه گفتمان سازی قدرت هست و وسیله اینها میتونه انسجام، توجیه خودش، مشروعیت خودش، بقا خود، هر چیزی که میخواد حامیان خودش رو به صف بکنه، به این نیاز داره، به این ابزار، این در واقع خودش در واقع خاصیت کارکردش رو داره از دست میده. این یک پدیده است در این تحلیل وضعیت. هر حادثه هم اتفاق میفته نگاه کلان در مقابل ما میگوشد،
نه افقهای فقط ریز میکرو در منطقه در لحظه در فلان مدرسه، افقهای بزرگ. خب این مسئله بعدی که اینجا مطرحه، این جنبش جوانان که پشت این نبض میزنه، یعنی ما در واقع جنبش کارگران، خب تصدیر فشار دیگه که اتفاق میفته، فشارهای تشکلاش که شدن زیر فشار فعالی که هر روز دستگیر میشن، اصلا امروز دیگه دستگیر کارگران همه جا، زحمتکشانه میبینیم که همه جا. پس بنابراین در یه چنین شرایطی جنبش جوانان بسیار مهمه. هیچ جا هم بدون جنبش جوانان انقلاب اتفاق نمیفته، حرکت های بزرگ اتفاق نمیفته، مخصوصا کشوری مثل ایران که قسمت اعظم جمعیتش نسل جدیدی است که بعد از انقلاب متولد شده، یعنی کشوری جوان به لحاظ سنی و مثل بافتش. پس بنابراین در یه چنین شرایطی اهمیت این که این محیط های مدرسه دانش آموزی که دیگه امروز بچه نیستن، البته میخواد سنشون برن 18 سال هر اقلاعی مزارشون بگیرن، ولی اینا همه در واقع تلاش مذبوحان است، مهم همون عمل کرده دنیای امروز هست. ببینید که اینها در واقع وارد صحنه ممکنه بشن، دانشگاه هم اینو نشون داده، یعنی نسل دانشجو، نسل جوانان که پیوند داره با جوانان مثلا مدارس، اینها و حرکت های رژیم مذبوحانه و تلاشه، مثلا وزیر آموزش پرورش از مثلا زهره ترک برای اینکه دیگران دیگه اصلا پیران اسمو میکردن، معلوم بود بلافاصله با این حوادث آخوندها روحانیت جناح دیگه بلافاصله اومدن گفتن که خودشون مثلا صحنه گردان شدن، گفتن که چیز بکنیم در واقع این پدیده که اتفاق افتاده، بعد نماز جماعت توی مثلا راه حل اینه که مدارس اتفاق بیفته، آموزش اسلامی فلان، یه چیز باسمه اینه که خودشون هم اصلا میدونن که جوک هست، ولی برای خاموش کردن رقیب، یعنی در واقع پاسخی به بحران نبود و نمیتونه باشه، خودشون میدونن و اون اینا هم گوشش کردن برای خاموش کردن این مسائل مسئله اصلا نمیتونن میکنن، ولی تلاش های مذبوحانه است. همینطور که توی دانشگاه در واقع بسیج و گشت های امرو میخواستن وارد دانشگاه بکنن تحت عنوان ماه رمضان، تحت عنوان نمیدونم این دوره جدیدی که الان دارن واردش میشن، دوره آرایش نظامی، ولی خب به مناسبت ها وارد دانشگاه هم در واقع میلیتاریزه به اون معنای کامل بکنن و بسیج هم دوباره زد و خورد اینا رو وارد کنن و کنترل کنن. اونجا هم دیدیم که حرکت دانشجویان چنان بود که وزیر علوم و وزیر نمیدونم دانشگاه، رئیس دانشگاه همه وارد صحنه شدن و وارد شدن که کنترل کنن اوضاع رو و در این حال هم جلو اینها رو که وارد صحنه شدن بگن نه خود مجلس، خود دانشگاه حراست داره، ما میتونیم مسئولیتش رو عهده بگیریم، یعنی بینابین مسئله رو حل بکنن. ولی واقعیت اینه که نگران این هستن که دانشگاه همونطور که خودشون هم گفتن این میتونه تبدیل بشه به بحران عمومی در این شرایطی که ما احتیاج داریم به آرامش، مثلا یک تسلیم اینها این اوغلای قوم، چون اون جناح دیگه باید سرکوب کرد، اصلا احرام سرکوب رو میشد بیشتر وارد بکنه در میدان برای اینکه همون آرایش جنگی چه شکل بده که گفتم در واقع برکت از جنگ میخواد بگیره، این جلوشه. پس بنابراین ما میبینیم که از نظر ایدئولوژی جنبش جوانان، بعد معلمین هم خیلی مهمه، پیوند میخوره جنبششون با جنبش دانش آموزان که دیگه نمیخوان تن بدن به اون آرایش. ولی خب اینجا یه پدیده اتفاق میفته، پدیده اینه که حکومت اسلامی مثل حکومت شاه حرکت های ترقی خواه و پیشرو و آزادی خواه و سرکوب میکنه، از جمله در حوزه هنر که سعی کرده اونا رو مصادره کنه، مسخ کنه و اجازه نده خفه کنه، زیرزمینی کنه، خیلی کارهای دیگه میبینیم که اجازه نمیده اصلا، حتی سینما ها، فیلم ها، خوانندگان، زن، همه اینا خفه که بکنه. خب طبیعتا مثل زمان شاه که سرکوب میکرد جنبش به اصطلاح چپ و جنبش ضد استبدادی رو و زندانی میکرد، میکش، اعدام میکرد، چه اعدام هایی، خب دست مثلا روحانیت باز گذاشته بود. اینجا یعنی یه جریان انحطاطی روش میکنه، خب خود استبداد حاکم کمک کارشه، یعنی کوچه میده، راه میده. اینجا هم در واقع به هنر انحطاطی خب طبیعتا متعهد شکل میده یه جوری هنرهای بی محتوا، درسته اونم سوار موج میشن اعتراض کن، اونا حق سبک زندگی حق دارن، کسی از حقوقشون نمیتونه انتقاد کنه یا بگه نه، مردم باید حق انتخاب داشته باشن، یعنی حکومت باید اجازه بده مردم بین همین هنرها، ولی یه طرفو میکوبه یه طرفو
که نمیتونی به کوبه یا بهشون میدون میدی به نحوه یا هر چیزی، رسانه ها هستن، قدرت های خارج، همین خب هنرهای انحطاطی هم شکل میگیره. ما باید دقیقا هم بستر ببینیم، هم در واقع آلترناتیو، هنر آلترناتیو اینجا خیلی مهمه. فعالین و همیشه چپ نیروها پشتوان در گذشته تاریخ ما همیشه چپ ها نقش داشتن، مهم بوده هنرمندان گرایش به چپ، نه چپ ها، هنرمندانی که به هر حال اصلا دنیا رو وقتی مثلا وقت شاملشون رو نگاه میکنی کسی رو چپ نکردی، که هنری که اون داره از جامعه، از وضعیت، از فلان، همون یعنی چپ، اینطوری هست. پس بنابراین اینها همینطوری سرکوب میشن. ما باید قشنگ بدونیم که این حرکت‌های اعتراضی در زیر پوست جامعه ادامه داره. نسل‌های جوان به خصوص مهم وارد بشن، چون یکی از حلقات مفقوده جنبش ما همین ورود نسل جوانان بوده، در کنار کارگران، معلمان، زحمتکشان، پرستاران، غیره و غیره.